سلام و خسته نباشین. شگوفه حسنی هستم. در پانزدهمین لکچر ما در مضمون سیستم عامل لینوکس، البته موضوع قبلی که در جلسات قبل بس کرده بودیم، جلسه 14 ما با آخرین کمندی که ختم کردیم استفاده از سی پی بود، که با استفاده از سی پی گفتیم ما میتونیم که فایل ها را کپی بگیریم، همچنان محتویات یک فایل روی فایل دیگه اوورراید کنیم. و رسیده بودیم در قسمتی که با استفاده از سی پی چطور میتونیم که محتویات یک دایرکتوری یا فایل ها را داخل یک دایرکتوری کپی کنیم. این بار میخواهیم که از کمند سی پی استفاده کرده و محتویات داخل یک دایرکتوری اضافه کنیم، یعنی مثلا داخل یک دایرکتوری ما فایل ها را اضافه کنیم. الیس میکنیم که چی داریم؟ ما در الیس یک دایرکتوری به نام ای داریم و فایل های F8 و 3 و اینا را داریم. بین امی فایل 1, 2, 3 را کپی میکنیم در داخل دایرکتوری ای. چطور نوشته میکنیم؟ میم سی پی کپی کوچی را، فایل 1 فایل 2 را، فایل 3 را. در کجا؟ در دایرکتوری ای. میگه کپیشت. چطور بفهمیم کپی شد؟ الیس کنم؟ با الیس کردن چیز نتیجه میگیریم؟ نه، باید خیلی دایرکتوری ای را محتویات چه الیس کنم. اطور هم میشه بایم الیس ای. در داخل ای چی است؟ ای 1, 2, 3. و کار دیگه هم میشه نوشته کنیم سی دی ای. حالا اگر الیس کنم باز چی است؟ 1, 2, 3 محتویات چیست. خب از اینجا پس من زید دایرکتوری میبرایم و میرم برای دستور دیگه سی پی به چی خاطر به درد میخورم. کار دیگه سی پی گفته به خاطر کپی کردن تمام محتویات یک دایرکتوری به دایرکتوری دیگه است. حالا اگر من الیس کنم دایرکتوری ای دارم، دیگه دایرکتوری ندارم. بیاین یک دایرکتوری هم بسازیم، mkdir به نام بی. الیس میکنیم، هم دایرکتوری ای داریم و هم بی، هر دوش ساخته شد. نه، در داخل دایرکتوری ای محتویات است. الیس ای 1, 2, 3 است. ما میخواهیم که مکمل اینمی دایرکتوری ای را با تمام محتویاتش داخل دایرکتوری بی انتقال بدم. به خاطر ازی از سی پی کار میگیریم، میم سی پی کو چی را؟ دایرکتوری ای را سلاش استار. استار یا ستاره به این معنی که تمام فایل هایی که در داخل دایرکتوری ای هستن اونا را کپی کو در داخل دایرکتوری بی. میگه شد. در کمند چی گفتیم؟ گفتیم کپی کو از دایرکتوری ای تمام فایل هایش در داخل دایرکتوری بی. حالا الیس میکنم. خب با الیس کردن دیگه من کنم نتیجه نمیگیرم، باید دایرکتوری بی رو ببینم که چی است داخلش. میم الیس بی. در داخل دایرکتوری بی چی است؟ 1, 2, 3. الیس ای در داخل دایرکتوری ای هم همین چیز است. بازم پاک میکنیم، میریم به سی پی ماینس آر چی کار میکنم. گفتم به خاطر کپی کردن تمام فایل های یک دایرکتوری به دایرکتوری که جدید ساخته میشد و یا هم از قبل وجود دارد. به خاطر کپی کردن تمام فایل های یک دایرکتوری به دایرکتوری. فرقش با کمند بالایی است که در اینجا ما میتونیم که یک دایرکتوری جدید را همزمان هم بسازیم و هم داخلش محتویات را کپی کنیم. چی نوشته میکنیم؟ میم سی پی اسپیس ماینز آر. خب یک لیس اول بکنیم که چی داریم. بیاین یک دایرکتوری هم بسازیم، تعداد دایرکتوری هم کم است. mkdir space minus p f g h. سه دایرکتوری می سازم یک بارگی که چی شد؟ چرا اون رو غلط گرفته؟ بخاطر که اسپیل اشتباه داده. این که dir minus p به نام h به نام k و به نام l دایرکتوری ها میسازیم. اگه ساخته شد الیس میکنیم، کپس لاک آن شده الیس میکنیم، فایل های ما وجود داره دایرکتوری های ما.
حال چیکار میکنیم؟ محتویات یک دایرکتوری را در داخل دایرکتوری که جدیداً میسازیم کپی میکنیم یا از قبل وجود داشته باشه. میم سی پی اسپیس ماینس آر دایرکتوری ای در کی کپی شد؟ دایرکتوری ای در دایرکتوری که کپی شد؟ خب بیایید میره تغییر بدیم چون رو پیشتر هم کپی کرده بودیم. داخل دایرکتوری های دیگه ما خالیسته سی دی که اینجا یک فایل بسازیم تچ ای صحیح؟ پس میبراییم علمه ایم سی پی الیس کنم سی پی اسپیس ماینس آر دایرکتوری دکنم دایرکتوری پیشتر محتویات انداختیم که کپی شد در دایرکتوری ال سی پی ماینس آر که ال خب ال نشناخته ال ما خورد است و که را نشناخته که هم خورد بود کماند را توجه کنیم که در بالا خب در اینجا من اشتباه املایی داشتم چون که و ال اینا خورد بود گفتم سی پی ماینس آر که را محتویات شد کپی کنیم در داخل ال حالا میگم ال اس کدام شد بگویم ال در داخل ال چی هسته؟ که با تمام محتویات خود ال اس کنیم که اینجا وجود داره و یک کپی از که در داخل ال اس هم در داخل ال هم قرار گرفتیم با کماند بعدی ما میریم که mv است mv به خاطر انتقال دادن فایل ها در داخل دایرکتوری و یا انتقال دادن یک دایرکتوری به دایرکتوری دیگه استفاده میشه فرق mv و cp دیگه است که cp mv موف میکنه به این معنی که اگر ما دایرکتوری A را در داخل B موف میکنم دیگه باقی نیست A میره در داخل B جای میگیرم اما اگر cp میکنم باز یک کپیش است یک کپی دیگه در داخل دایرکتوری که کپی میگیرم روان میشه پیشتر هم دیدیم نه در سی پی ماینز آر الیس میکنیم فایل یک دو سه داریم اف چار داریم اف اش داریم نیو نیم داریم در اینجا ما چی کار میکنم با استفاده از ام وی یک دو فایل را داخل یک دایرکتوری ارسال میکنم می موف کو فایل یک فایل دو را فایل سه را در کجا موف کو در دایرکتوری اچ حالا لس میکنم دایرکتوری اچ چی شد در داخلش یک دو سه انتقال کرد لس کنم حالا ببینید در اینجا در این لست ما فایل های یک و دو سه را دیگه نداریم چون اینا همش موف شد در داخل دایرکتوری کدام دایرکتوری؟ دایرکتوری ال اما پیشتر کپی میکردیم کپی اصلی ما باقی میمند خب با استفاده از این وی یک دایرکتوری را داخل دایرکتوری دیگه قرار میدیم مثلا دایرکتوری کار را میبریم در داخل اچ میم این وی دایرکتوری که در کدام دایرکتوری؟ دایرکتوری اچ میگه شد الیس میکنیم که دیگه وجود نداره اما اگر الیس کنیم اچ در داخل دایرکتوری اچ اینقدر چیزا داریم هم فایل ها رو موف کردیم و هم دایرکتوری را کاتگوری دیگه ماست دستورهای معلوماتی سیستم است جریان پروسس فعلی سیستم را اگه پیش از اینکه به کماندش بریم در این کاتگوری دستورهای بس شده که شما را همه بک‌گراند سیستم تان چی کارهای صورت میگیره پروسسر تان در چی حالت است چقدر فضای دسک تان ریزرف است چقدر فضای دسک خالی مانده کی در سیستم لاگین است کی از سیستم استفاده میکنه اینی موضوعات را در این کاتگوری بس میکنه که کماند اول ما از پی اس شروع شده پی اس گفته جریان پروسس فعلی سیستم را نشان میده من فهم سیستم را کدام حالت است می پی اس خب برای من نشان میده که در پی تی اس کی است در تی تی وای کی وصل است کدام شل ما استفاده میکنم شل ما نوش باش است و تی تی وای کی است امو کنکشن ارتباط مستقیم یوزر با کامپیوتر است اما پی تی اس که است باز ارتباط
یوزر از طریق دور یا از استفاده از ارتباط SSH است. در صورتی که ما از پروتکل SSH با ترمینال وصل میشیم PTS است، در صورتی که مستقیم وصل میشیم TTY است. باش که است امون نشان دهنده نوع شلو است. اکه این پروسس سیستم است و W افتا نشان میده کدام شخص وارد سیستم است و چی کار انجام میدهد. ببینیم که W کار میدم. اکه در W بر ما میگه که یوزر به نام عبدالله است، از کدام PTS، از کدام TTY و این طرف هم خصوصیت دیگهش راجع به امی یوزر که در سیستم وصل است. خب بیشتر در شبکه ها هستند، ما چندین یوزر باز از یک ترمینال مشترک استفاده کنند، در اون صورت بر ما بهتر بود. در صورت که ما باید ادمین ببینیم که کی در سیستم ما لاگن است. کمند دیگه ما است ID. البته ID را ما بفهمیم که هر یوزر در سیستم از خود یک آیدی داره و هر گروه از خود یک آیدی داره. لینکس چیز را به نام نمیشناسه، همه چیز را به اساس آیدیش میشناسه. اگر من اشتا کنم آیدی ایمی یوزر عبدالله که هسته آیدی زیر برنشان میده، یو آیدیش میگه ازار است، گروه آیدیش هم ازار است، نام یوزر عبدالله است، نام گروه ما عبدالله است و غیره معلومات دربارش میگه. لینکس با اینی شماره یا آیدی کار میکنند، نه با این نام. اگر ما بخوایم که از یک یوزر مشخص را ببینم، باز در او حالت چی کار میکنم؟ بیا اینجا یک دفعه من ببینم کدام یوزرها را دارم، اینجا دیگه یوزر ندارم. اگر شما از یک یوزر مشخص را میخواییم ببینید، باز نوشته کنین آیدی یوزر نیم، مثلا احمد. صحیح؟ من اگه یوزر اد کنم، خب سری بخش اد کردن یوزر شما کنم فوکس نداشته باشین، چون این در لکچرهای بعدی بس میگنم. فقط من نیاز به یک یوزر داشتم، به خاطر یوزر اد کنم مایدی عزیز. البته من میگه یوزر آیدی عزیز چند است و گروه آیدی عزیز چند است. خوب است. آیدی خالی که بگم باز است، خود این یوزر که لاگین است از این را نشان میدم. از روت ببینیم آیدی روت، از روت آیدیش چند است؟ صفر است. یوزر آیدی روت از صفر است. میریم در کمند دیگه ما که df است. df گفته فضای خالی سیستم را نشان میده، میگیم df. خب فایل سیستم ما از کدام نو است، کدام بلاک ها را دارم، چقدر استفاده شده، چقدر اویلیبل است، چقدر فیصدی استفاده کردیم، در کدام آدرس ما ماونت هستم، همین معلومات را در اختیار قرار میده. فریک است فضای خالی، این هم فضای خالی سیستم را نشان میده، فقط در جزئیات معلومات فرق میکنند. مین فری توتال ما اینقدر فضاست و چقدرش استفاده شده، چقدرش فری است، شریک شده است، چقدر بافر میمیریم و چقدر و کش میمیریم و چقدر است. تاب گفته پروسس سی پی را نشان میدهد. پروسسر ما سی پی ما در کدام حالت است؟ میگم تاب. خب اینی حالت پروسسر ماست. دیگه جزئیات از این نمیشه که ما در همه جزئیات از این بریم. یوزرهایی که در اینجا هستن، مثلا یوزر روت هستن، یوزر عبدالله هستن، روت چی کار کرده، عبدالله چی کار کرده، همش هست. اگر ما بخوایم، چون این پروسس سیستم است طولانی است، از اینجا ما خارج شوم، مال چی رو باید فشار بدم؟ کیوره. ببینید در حالت تغییر هم هست، ما کار ندارم، چون پروسس سیستم است در حالت تغییر است. حالا ما میخوایم از این پروسس بیرون جام کیوره پرس میکنم و یونیم نام امی ماشین یا سیستم ما را نشان میده. میم یونیم ما چی است؟ یونیم تو چی است؟ لینکس است. از لینکس کار میریم. هاست نیم باز بر مامو نام سیستم عامل ما نشان میده. هاست نیم. هاست نیم ما چی است؟ اوبینتو است. اکی چند کمند دیگه که مانده با ادامه ازی باز در جلسه بعدی کمانت ها را ادامه میدیم. خداوند نگهدار.